السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات بینندگان به شنوندگان عزیز امروز شیوه خواندن نمازهای سنت دو رکعتی را برتان میخوانیم ببینید در نماز صبح ما و شما دو سنت میخوانیم در نماز شام بعد از نماز شام دو رکعت سنت میخوانیم در نماز خفتن بعد از فرض نماز خفتن دو رکعت سنت میخوانیم این به چی ترتیب خوانده بشه ببینید همی ترتیبی که دو رکعت سنت صبر میخوانیم بقیه سنت های دو رکعتی هم به همین ترتیب خوانده میشه ان که به توانی قضیه درست ترک بکنیم در مورد سنت صبح تاکیدات زیاد آمده رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیها دو رکعت نماز سنت صبح از دنیا و آنچه که در دنیاست ارزشش بیشتره یعنی همون اندازه اجر و پاداش و ثواب داره به اول لحاظ است که همیشه باید کوشش بکنیم ما و شما که نماز ترک نشه یا در مجموع در خواندن نمازهای سنت فواید زیادی وجود داره ما و شما به خاطر اهل سنت و جماعت هستیم که باید سنت ها را بخوانیم ببینید تفاوتی که در بین فرض سنت وجود داره است که نماز فرض قطعی هست فرض است و نماز سنت که هست اگر گاه وقتی انسان او را ترک میکنه ولی حتی قصدن هم باشه ملامت نمیشه در بعضی از حالات مختلف و دومی که در کیفیت نیتش هم تفاوت است شما در فرض نیت فرض دارید در سنت نیت سنت را دارید حالا با هم بیایید ببینید بی بی نماز سنت صبح با هم میخوانیم عین قضیه سنت شام هم می ترتیب خوانده میشه سنت خفتن هم می ترتیب خوانده میشه تفاوتش فقط درم چیز در نیت است شما صبح نیت سنت صبح دارید و شامر نیت سنت شامر دارید خفتن نیت سنت خفتن دارید که به می خوانید لازم نیست بازم طبق همو برنامه گذشته که همیشه گفتیم که شما در زبانتان تکرار بکنید نیت کردم ادا گردانم درو که سنت نماز صبح خالصا لله تعالی الله اکبر یعنی این لازم نیست که شما حتما در زبانتان بگویید یا این یاد داشته باشید همه که صبح بلند میشوید وضو میگیرید میاد روی جای نمازتان استاد میشید در ذهنتان هست که شما سنت صبح میخوانید همه خودش نیت است استاد میشوید الله اکبر دستایتان میبندید سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم خاندي بات أعوذ بالله مك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة حمد رمي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بعد سورة را مثلا شما شروع السورية والعصر ميخانيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر وركوم روي در الركوب بسیار منظم دقیق باید باشید رکویتان درست انجام بده چون رکو فرض است و همون خاطر قرآن میگه ورکعو مر راکین رکو بکنید همراه رکو کنندگان یا خود مطلق رکو در قرآن اشاره شده در رکو تسبیحات رکو میگید سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پس بلند میشوید قیام میکنید سمع الله لمن حمیده آرام استوار میگیرید ربنا ولک الحمد الله اکبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله اكبر السجدة سجده بلن مشويد در جيتون ارام ميگيريد بيسيار منظم بس ميري سجده دوم الله اكبر سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا الله اكبر بس بلن مشويد بركته دوم بركته دوم باز الحمد لله شروع میکنید اگر کسی بسم الله میگه هم درسته اگر نگفته هم درستة. نمازش. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بعد ميت سوريا بعد ذا الحمد خونت در ركت أفل كرد السوري عسر یعنی گفتیم که بعد به طرف سوره ناس باید پیش بیاییم این ترتیب راسته همی است بعد میایم سوره کوسر رو میخوانیم در رکت دوم. مثال گفتم یعنی شما اختیار دارید هر سوره رو من به خاطر تعلیم شما گفتم این اعطینا کل کوسر فصلی لربک و انحر این هو الابتر الله اکبر و روکو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربي العظيم در اسنای رکوع شما باید به مو سجدگاهتان نگاه بکنید پیش رویتان نگاه بکنید در اسنای قیام این قضیه وقت تسبیحات رو گفتید پس بلند میشوید سمع الله لمن حمده کاملا استوار استاد میشوید سر جایتان بعد میریم به سجده الله اکبر سبحان ربي العلی سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر بلان مشي السرجايتان آرام الله اكبر بعد سجدة دوم سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر بس رجايتان التحيات ميخانيد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم علي إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله الله أنت السلام منك السلام تبارك رب بيتر شو مان إيش كلنا مزاي صنات اگر دو رکعتی بخونیم به همین ترتیب میخوانیم شما ولی چهار رکعتیش ان شاء الله باز یک برنامه دیگه برتون ترتیب میشه که حتما تفقه خواهید دید یعنی هر چی نماز دو اگر نفلم شما دو میخواید میخوانید همین ترتیب خوانده میشه سنت هم همین ترتیب خوانده میشه یعنی هیچ تفاوتی وجود نداره یعنی بیشتر از عزیزان ما پرسان میکنه تفاوت فقط در نیت انسانه شما رو فرض نیت میکنید واجب نیت میکنید سنت نیت میکنید قضایی نیت میکنید نفل نیت چی فرض باشه چی سنت باشه چی نفل باشه فقط به همین ترتیب خوانده میشه تفاوت در نیت است دیگه در هیچ چیز تفاوت نیست و زن مرد همه به همین ترتیب نماز ما رو میخوان